شما عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی هستید. بله، سه دوره است. سه دوره است. بله، سه تا سه سال. چجوری میشه که یه خانمی سه دوره از طرف مردهایی که خب انتخاب میشه برای همچین سمتی؟ باور قابلیت ها، نشون دادن خود آدم. چیکار؟ چی جوری شد؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ببینید، به هر حال من در سوال قبلیتون داشتم به همینجا اشاره میکردم، گفتم از خانواده بگذرید، بیایید در جامعه کاری که من رو پذیرفتن. این رو میبایستی در فرهنگ جامعه جا میافتاد که واقعیت قابلیت شخص میتونه تعیین کننده باشه. درست. خیلی طول کشید، خیلی سخت بود. قطعا بعد از من کسان دیگری که خانمهای دیگری که به این راه اومدن به سختی من این راه رو طی نکردن. نخواهند کرد. خب بعد از من وارد شدن. الان ما خانم‌های مدیر در مجموعه شرکت‌های حمل و نقل که بسیار هم موفق هستن زیاد داریم، ولی خب همیشه قدم اول رو برداشتن سخت‌تر دیگه، مثل نوزادی که میخواد. میشه یه ذره راجع به این سختی ها صحبت بکنی؟ یعنی قابل گفتنه؟ آره قابل گفتنه. ببینید، زمانی که من تصمیم گرفتم وارد کار مدیریت حمل و نقل بشم، برخوردهای مسئولین در ادارات مختلف یکی از به هر حال موانعی بود که برای من به وجود اومد. بحث قانون نبود که مطرح بود، بحث قبول کردن یا باور اشخاص. من میخوام یه سوال بکنم ازت. شده توی این مسیر یه جایی برسید که بغض کنید، دلتون بخواد گریه کنید، داد بزنید کمک گیر کردم؟ خیلی وقتا پیش اومد، ولی من قطعا سعی کردم گریه نکنم. نگاه کنید، زمانی که میخواستم وارد بشم، خب خیلی وقتا بود وقتی میرفتم به یه اداره میگفت نمیشه. خب من قانونی چیه؟ میگم من قانونی نداره. نمیشه شما اصلا مدیریت شرکت همون اصلا شرکت ثبت کنید. اگر رفتم، من به عبارتی من تصدیق پایه‌ای که رانندگی دارم، نه به خاطر اینکه بله نه به خاطر اینکه کار کنم، هیچ وقت هم به عنوان حرفم این رو انتخاب نکردم. دقیقاً دلم میخواست وقتی که رانندگان به این سفرهای دور و دراز میرن، انتظاراتی که من این ور قضیه ازشون دارم، احساس مطلب رو بکنم که اینا به چه مصیبت‌هایی دچار میشن، سختی کارشون رو ببینم، فقط برای که خودم رو نزدیکتر داشته باشم از نظر فکری باهاشون. و بعد هم واقعیت یه موقعی بحث با خود راننده ها میشد که میگفتن که همه چیز رو بهتر از ما میدونی، ولی رنگ تصدیقت سفید آبی نیست. این برای من یه تلنگر بود که منم باید رنگ تصدیقم رو آبی کنم، یعنی پایه یکم رو بگیرم. در همین باور گرفتن پایه یک من هم برخورد مشابه وجود داشت. یعنی قریب به یک سال من فرم درخواست میفرستادم و برمیگردوندن، میگفتن اشتباه پر میکنیم. خانم گلاب، شما هم همین مشکل رو داشتی تو گرفتن تصدیق؟ نه، من دو روز مون ماه رمضان تا آخر ماه رمضان من یک ماه طول نکشید. یعنی کسی نگفت که؟ نه اصلا، اصلا مشکل پیش نیومد. دلیل رو به شما بگم. بگید. من سال 68 گرفتم گواهینامم رو. شما چه سالی گرفتید؟ 75. تفاوت زمان رو احساس کنید. باور و نگاه جامعه نسبت به حرکت‌هایی که میشه متفاوته. امروز خانمی که میخواد بری شرکت حمل و نقل بزنه، قطعاً مشکلی که من اون روز داشتم و نداره، تغییر کرده. بعد وقتی امکان دادن به یک کسی بیاد در این بازار کار مشکل کار بکنه، مشکل خودم رو داشتید میگفتید وقتی رفتید که ممکنه گریم گرفته باشه. خیلی وقتا گریم برای راننده هامون گرفته. نه نه، تو مشکلات دارم. خب مشکلات منه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که من بارم نه، منظورم تو مسیری که تا اینجا برسیده. ببینید، به هر حال توی عملیات کاری که ما انجام میدیم، حمله باری که انجام میدیم، ممکنه سانحه یا حادثه‌ای برای ما پیش بیاد، از جمله سرقت محمولمون. یه دفعه من نشستم در منزلم، ساعت 11 شب زنگ میزنن بار محموله سرقت شده. حوادثی که برای رانندگان میفته هستن، یکی از آقایان رانندگانی که اینجا هستن و قریب یک سال پیش بود با یک حادثه رانندگی ایشون من مطلع شدم از اتفاقی که براشون افتاده بود. اون بره مرز ایران در بلغارستان، ایشون با کامیون تو دره رفته بود. چگونگی وضعیت ایشون که در درجه اول مطلب بود برای من، حساسیت از سلامتشون، بارشون، کامیونشون، پیگیری و برگردوندن تمام این مسائل به خود ایران و معالجه و درمان ایشون که میبایستی به هر حال زیر نظر خانوادهشون میشود. مشکلات زیاده. با
باز هم میخواین راجع بهش صحبت کنم؟ الان همین مشکلات رو بریم دنبالش. بذار بریم برگردیم باز. دکتر سالمی، من باور دارم که به لحاظ علمی زنان در هر قدرتی که باشند یه جایی دوست دارن که به سینه همسر و همراهشون تکیه کنن، به شونه‌شون تکیه کنن. چقدر تکیه کردید شما در این سالها؟ به اندازه مساوی به هم دیگه. چقدر پشتیبانش بودید؟ خیلی. انگیزه های شخصی خودش، توانمندی های اصلی اولیه خودش بوده، ولی به هر حال در خانواده هر دو زن و مرد باید همراه زندگی خودشون باشن. چرا سرتون زیاد نق بزنن یا شما سرشون نق بزنید که چرا این کارو میکنی یا نه؟ ایشون بیشتر نق میزنن. ایشون یه فرد ایدئالیست هستن، همه چیز باید منظم و مرتب و به جای خودش باشه. کمالگرای مطلق. کمالگرای مطلق. همه چی درست. همه چی درست. فکر میکنم یکی از مشکلاتی که وجود داره برای خانوم ها مشکلات قانونی نیست، ولی یک چیزی عوض نمیشه و اون قانون در مورد خانوم ها میتونه اجرا بشه یا نشه، اونجایی که باورهای مردها حضور داره. من با شما هم عقیده ام، یعنی اصلا اینقدر کامل گفتید که دیگه جایی برای صحبت نمیمونه. باورهای آقایون در همه جای دنیا مرد برتری و مرد محوری و مرد سالاری متفاوت نیست، اصلا همه جا همینطوره. شما جوامع غربی رو هم در نظر بگیرید، باز آقایون اون خودمحوری خودشون رو میخوان تحمیل بکنن به جامعه. استثمار ماهیت زن در اونجا فراوانه. اینجا به نوعی تحکم داشتن به خانواده و محصور کردن زن که حتما باید صرفاً یک همسر و مادر خوب باشه. خداوند تبارک تعالی زن و مرد رو مساوی آفریده، شاید متفاوت ولی مساوی. چه نیازی داره که ما زن رو محدود کنیم به بعضی کارا؟ من در ابتدای اصلا کاری نکردم که فکر کنید من ایشون رو تشویق کردم، حمایت کردم، ولی انگیزه های اولیه و توانمندی ها مال ایشون بود. من به عنوان یک همراه و یک شریک و یک همکار ایشون رو در طول این 27 سال تلاش مستمرش تحسین میکنم. ایشون چون تمام مدت بیرون تلاش میکنن، وقتی برمیگردن منزل به زعم خودشون برای جبران اون کمبودی که شاید در خانه نبودن، تمام مدت با تلاش خیلی بیشتر از یک خانم خانه‌دار معمولی نیازهای فرزندا و همسرشون رو در تمام طول مدت زندگی تأمین کردن. امروز وقتی تو این استودیو اومدم پدری رو دیدم از اهل یک روستا، روستای کوچکی در ایران خودمون، که چشمهاشو شسته بود، همسری که چشمهاشو شسته بود، و بعد جماعتی رو دیدم از اهل یک ده که چشمهاشون رو شستن و تونستن به زندگی نگاهی دوباره و نگاهی متفاوت داشته باشن. حست چیه؟ جایی که بین تو، بین شما و بین اهالی یک روستا فرقی نیست. باور کنید وقتی که دید باز یا به تعبیر جناب‌عالی چشمای شسته شده این پدر عزیز رو من دیدم، واقعا بهشون افتخار کردم. نگاه کنید خیلی راحته که یک فرد تحصیل کرده خارج بیاد بگه